آموزش ساخت افکت متن گداخته. ما در این آموزش قصد داریم با اعمال یک سری فیلترها و همچنین استفاده از اسمارت آبجکت متن رو به حالت گداخته در بیاریم. نتیجه کار همینطور که مشاهده می‌کنید بسیار زیبا هست و علاوه بر اینکه می‌تونه در بسیاری از موارد به همین صورت مورد استفاده قرار بگیره، برای ساخت افکت متن آتشین به این صورت هم می‌تونه کاربرد داشته باشه. من به فایلی که قرار هست کار رو برای اون انجام بدیم میرم. شیفت و تب رو برای صفحه کلید میزنم تا پنل ها ظاهر بشن. همینطور که مشاهده میکنین دو لایه در پنل لایرز داریم. یک لایه بک‌گراند مشکی و یک لایه متن. تغییرات رو میخواییم برای متن اعمال کنیم. برای متن کلیک میکنیم. بعد از اون در پایین پنجره لایرز برای FX و کالر آورلی. تنظیمات مربوط به این رو برای رنگ و اوپاسیتی انجام میدیم. اوپاسیتی 100 مناسب هست. رنگ بر روی عدد 30 و سچوریشن یا اشباعیت و روشنایی یا برایتنسش رو بر روی 100 تنظیم میکنیم و بر روی اوکی کلیک میکنیم. بعد از اون بر روی اینر گلو کلیک میکنیم. تنظیمات مربوط به اینر گلو برای رنگ 50 و با سچوریشن و برایتنس 100 بر روی اوکی کلیک میکنم. اوپاسیتی رو بر روی 100 تنظیم میکنم و سایز یا فاصله رو کم و زیاد میکنیم تا مقدار مناسبی بشه. بر روی 7 8 خوب هست. سپس بر روی اوتر گلو کلیک میکنم و تنظیمات رو انجام میدم. برای تنظیم رنگ عدد 15 100 و 100 بر روی اوکی کلیک میکنم. اوپاسیتی 100 و فاصله رو تنظیم میکنیم. همون مقدار 7 مناسب هست. پس از اون به استایل استین میریم. دقت میکنیم که کامتر بر روی حالت گاوسیان باشه و تیک چک باکس آنتی الیست برداشته شده باشه. رنگش رو تنظیم میکنیم. 15 100 و برایتنس این بار 50 بر روی اوکی کلیک میکنیم. زاویه فاصله و سایز رو تغییر میدیم تا به مقدار مناسبی برسه. قبل از اون اوپاسیتی رو به 100 افزایش میدم. از تغییر سایز شروع میکنم. متناسب با هم مقادیر باید تغییر بکنن تا حالت زیبایی در متن ایجاد بشه. 13 و 9 عددهای مناسبی باشن برای فاصله و سایز. برای اوکی کلیک میکنیم تا تغییرات رو نهایی کنیم. پس از اون فیلترهایی که قرار هست اعمال بشه، فیلترهایی هستن که فقط بر روی شیء هوشمند یا اسمارت آبجکت قابل اعمال هستن. بنابراین متن رو به حالت اسمارت تغییر میدیم. برای این کار همونطور که مشاهده کردید بر روی لایه راست کلیک میکنم و کانورت تو اسمارت آبجکت رو انتخاب میکنم. فیلترهایی که میخوایم اعمال کنیم باید از قسمت منو بار بر روی منوی فیلتر. اولین فیلتری که میخوایم اعمال بکنیم از قسمت Distort و Ripple مقادیرش رو تنظیم میکنیم به این صورت که 15% Large بر روی OK کلیک میکنیم. فیلتر بعدی منوی فیلتر و Ripple رو مجدداً انتخاب میکنیم. این بار مقدار 50% مدیوم. این دوباره داره اعمال میشه. بر روی اوکی کلیک میکنیم. یه حالت اعوجاج در اطراف لبه های متن ایجاد شد. پس از اون بر روی ریپل دبل کلیک میکنیم. یک بار دیگه با تنظیمات دیگه نرمال 50% مجدداً فیلتر رو اعمال می‌کنیم. کلید دی بر روی صفحه کلید رو می‌زنیم تا
رنگ ها با حالت پیش فرض در بیان، فورگراند سیاه و بک‌گراند سفید باشه. از بنوبار منوی فیلتر و فیلتر گالری، اسکچ و بس ریلیف رو انتخاب میکنیم. دیتیل 13 مناسب هست، اسموتنس هم بر روی 3 مناسب هست، اما لایت رو به حالت تاپ تغییر میدیم و بر روی اوکی کلیک میکنیم. بر روی فیلتری که ایجاد کردیم دبل کلیک میکنیم. برای اینکه مجددا بخوایم اون رو اعمال بکنیم، این بار به حالت اوورلی و به اندازه اپاسیتی 100% فیلتر رو اعمال میکنیم. بر روی اوکی کلیک میکنم. یه ماسکی در اینجا ایجاد شده که به اون نیازی نداریم، راست کلیک میکنم و با زدن دیلیت فیلتر ماسک اون رو حذف میکنم. دقت کنید که بر روی تام نیل راست کلیک کنید. دیلیت فیلتر ماسک اون رو احتیاج نداشتم و پاک کردم. در اینجا اعمال فیلترها و ساخت متن گداخته ما به پایان میرسه. من با زدن دوبار کلید F بر روی صفحه کلید تصویر با حالت فول اسکرین در میارم تا شما نتیجه کار رو بهتر مشاهده کنید.